شنوندگان عزیز سلام بر شما. عنوان این مطالعه در کلام خدا هست اولویت دادن به دیگران. اولویت دادن به دیگران. آیه کلیدی این مطالعه در اول قرنتیان فصل 10 آیه 24 هست. دوست خوب من، به عنوان یک ایماندار واقعی به عیسی مسیح، ما موظف هستیم تا اعمال خودمون را در پرتو تأثیر آنها بر دیگران مشاهده کنیم. وقتی با دقت و فروتنی به نحوه عمل کرده روح القدس در زندگی دیگر ایمانداران توجه کنیم، میتونیم اراده خدا را برای زندگی خودمون در ارتباط با اونها کشف کنیم. اجازه بدید تا این نکته را توضیح بدم. وقتی با دقت و فروتنانه به نحوه عملکرد روح القدس در زندگی دیگر ایمانداران توجه داشته باشیم، آنگاه روح القدس در درون ما نیز توجه ما را به عطایا و نقاط قوت آن ایماندار خاص جلب می‌کنه. در این صورت ما میتونیم اون خواهر یا برادر ایمانی را تشویق و حمایت کنیم تا مبدل به ایمانداری مؤثرتر برای خدمت به عیسی مسیح و ملکوت خداوند بشه. به علاوه ما نیز میتونیم از آن عطیه و قوت خاصی که روح القدس به آن خواهر یا برادر داده برکت بگیریم تا ما نیز مبدل به ایمانداری مؤثرتر برای جلال نام خداوند و خدمت به دیگران بشیم. دوست خوب من، آیا شما به نحوه عمل کرده روح القدس در زندگی دیگر ایمانداران توجه دارید؟ آیا شما موجب تشویق عزیزانی که عطیه خاصی در زندگی اونها به وضوح مشاهده میشه هستید؟ آیا از ثمرات عطایای روحانی دیگران برکت میگیرید؟ عزیزان، قانون دیگران را در اولویت قرار دادن که قانون عیسی مسیح است، برخلاف قانون دنیا و جامعه هایی هست که من و شما در آنها زندگی می کنیم. دنیایی که امروزه من و شما در آن زندگی می کنیم دائما ما را تشویق می کنه که فقط به فکر منافع خودمون باشیم و فقط برای رفاه و پیشرفت خودمون زندگی کنیم. دنیایی که امروزه من و شما در آن زندگی می کنیم مدام به ما فشار میاره که فقط به فکر نیازها و خواسته های خودمون باشیم و فقط به اونها رسیدگی کنیم. عزیزان، دلیل اصلی این که چرا ما به طور طبیعی به دیگران اولویت نمیدیم و بیشتر به فکر منافع خودمون هستیم، وجود گناه در ما هست. عزیزان، گناه همیشه جدایی و خودفرمانی را ترویج و ترغیب می‌کنه. گناه همیشه ما را از دیگران جدا می‌کنه، چه از کسانی که ما می‌تونیم به طریقی کمکشون کنیم و چه از کسانی که می‌تونن به ما کمک کنند و موجب تقویت و تشویقمون باشند. اما واقعیت این هست که خداوند ما را برای وابستگی متقابل با دیگران طراحی فرموده. لطفاً دقت بفرمایید. هرگاه من و شما که به عیسی مسیح ایمان داریم با ایماندار دیگری روبرو میشیم، در واقع گویا با خود عیسی مسیح روبرو شده ایم. عیسی مسیح این نکته بسیار مهم را در انجیل یوحنا فصل 13 آیه 20 با این بیان به ما یادآور شده. عیسی مسیح می‌فرماید: بدانید که هر کس فرستاده مرا قبول کند، مرا پذیرفته است و آن که مرا قبول کند، فرستنده من یعنی خدای پدر را پذیرفته است. آمین.
عزیزان، هنگامی که ما با زندگی‌های دیگری که توسط روح القدس هدایت می‌شوند روبرو می‌شیم، باید احترام عمیقی نسبت به آنها در درون ما وجود داشته باشه. ما ایمانداران به عیسی مسیح با دیگر ایمانداران به وی خواهر و برادر هستیم. ما هرگز نباید طوری زندگی کنیم که گویا هیچ مسئولیتی در قبال خواهر و برادران مسیحی خود نداریم. دقت بفرمایید، خداوند عیسی مسیح ما را در رابطه با نحوه برخوردمان با دیگر ایمانداران به او، با دیگر خواهران و برادران هم ایمانمان مسئول می‌دونه. ما ایمانداران به عیسی مسیح نباید از آزادی که در ایمان به وی به دست آورده ایم سوء استفاده کنیم، به حدی که مسئولیت خودمان را در قبال دیگر ایمانداران نادیده بگیریم، بلکه ما باید به طور جدی نسبت به هرچه که ممکنه به سایر ایمانداران به عیسی مسیح آسیب برسونه حساس باشیم. بی‌توجهی ما، خودخواهی ما یا دقت نداشتن به نیازهای دیگر ایمانداران میتونه موجب درد و رنج بسیاری برای اونها بشه. عزیزان، ما موظف هستیم طوری زندگی کنیم که موجب آزار دیگران نباشیم. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید همیشه به دیگران اولویت بدیم. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید خودخواهی و فقط برای خود زندگی کردن را کنار بگذاریم. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید منافع شخصی خودمون را انکار کنیم و به روح القدس اجازه بدیم تا تمایل طبیعی ما را از خودمحوری و دوری از دیگران از بین ببره. تا زمانی که ما فقط به فکر خودمون و خواسته های خودمون باشیم، از نیازهای دیگران غافل خواهیم بود. دوست خوب من، آیه کلیدی مطالعه امروز ما در کلام خدا اول قرنتیان فصل 10 آیه 24 هست. کلام خدا در این آیه به ما چنین امر می کنه: نباید فقط به فکر خودتان باشید، به فکر دیگران هم باشید و نفع دیگران را نیز در نظر بگیرید. آمین. عزیزان، بیایید از همین لحظه از خداوند بخواهیم به ما کمک کنه تا ما را از خودخواهی و فقط به فکر خود و خواسته های خودمان بودن آزاد کنه. بیایید از همین لحظه از خداوند بخواهیم به ما کمک کنه تا در اولویت قرار دادن دیگران به ما کمک کنه و تا در رابطه های صادقانه و صمیمانه با دیگران زندگی ما موجب برکت برای اونها باشه. عزیزان، در پایان این مطالعه در کلام خدا از شما دعوت می‌کنم تا با او گفتگو کنیم. خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم به خاطر درس زندگی دیگری که امروز به من یاد دادی. خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم زیرا که به خاطر ایمانم به تو، حال تو با روح مقدست روح القدس در من زندگی می کنی. خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم زیرا که مرا برای زندگی با دیگران آفریده ای و نه موجودی منزوی، تنها و خودخواه. خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا همیشه متوجه و مراقب تأثیر اعمالم بر دیگران باشم.
خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا بتوانم عمل کرده تو را در دیگر ایمانداران به تو بشناسم و از آنها برکت بگیرم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا بنا به خواست تو همواره موجب برکت و تشویق دیگران باشم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا فقط به فکر خودم نباشم، بلکه منفعت دیگران را در نظر داشته و رعایت کنم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا هرگز موجب آزار کسی نباشم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. عزیزان، با این امید که این تعلیم موجب برکت شما بوده باشه، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین. اکنون آمده ایم به حضور عیسی، مشتاق ملاقات هستیم. میخواهیم عیسی تو با ما بمانی، منتظر هستیم محبوب جان. مبارک نما ای عیسی محبوب همه وجود ما را. مبارک نما ای عیسی محبوب همه وجود ما را. برکت ندهی نروم نروم، میمانم در حضور تو. میخواهم با ایمان در من ساکن شوی، قوت را ظاهر نمایی. مبارک نما ای عیسی محبوب همه وجود ما را. مبارک نما ای عیسی محبوب همه وجود ما را. با ایمان آمده به ایمان پذیرم، برکت سماوی را. تشنه‌ام تشنه حضور آسمان، سیراوم نما چشمه جان. مبارک نما ای عیسی محبوب همه وجود ما را. مبارک نما ای عیسی محبوب همه